بهلول در خرابه ای مسکن کرده بود و کنار آن خرابه کفش دوزی دکان داشت. بهلول چند درهمی در زیر خاک پنهان کرده و گهگاه پولها را بیرون می آورد و به قدر احتیاج از آنها بر می داشت. از قضا روزی به پول احتیاج داشت. رفت و جای پولها را زیر و رو کرد، اما اثری از آنها ندید. فهمید که پولها را همان کفش دوز برداشته است. بدون آن که جنجال کند نزد کفش دوز رفت، کنار او نشست و از هر دری سخن گفت و خوب که سر کفش دوز را گرم کرد، آنگاه گفت: رفیق عزیز، برای من حسابی بنما. کفش دوز گفت: بگو تا حساب کنم. بهلول اسم چند خرابه و محل را برد و اسم هر محل را که می برد مبلغی هم ذکر می کرد، تا آخرین مرتبه که گفت: در این خرابه هم که من منزل دارم فلان مبلغ را پنهان کردم. سپس جمع حسابها را از کفش دوز پرسید که 2000 دینار شده بود. بهلول تأملی کرد و بعد گفت: رفیق عزیز، می خواهم این پولها را که در جاهای دیگر پنهان کرده ام تمامی را در همین خرابه که منزل دارم پنهان کنم. آیا صلاح است یا خیر؟ کفش دوز گفت: فکری بسیار خوب و عالی است. بهلول گفت: پس فرمایش تو را قبول می کنم و می روم تا تمام پولها را بیاورم و در همین خرابه پنهان کنم. بهلول این را گفت و فوراً از نزد مرد دور شد. کفش دوز با خود گفت: خوب است این مختصر پولی را که از زیر خاک بیرون آورده ام سر جای خود بگذارم. بعد که بهلول تمامی دینارها را آورد، به یک بار محل آنها را پیدا می کنم و تمامش را بر می دارم. با این فکر تمام درهمهایی را که از بهلول دزدیده بود سر جایش گذاشت. پس از ساعتی بهلول به خرابه بازگشت. محل پولها را نگاه کرد و دید که کفش دوز آنها را باز آورده و سر جای خود گذاشته است. بهلول پولها را برداشت و شکر خدای را به جای آورد. آن خرابه را ترک کرد و به محل دیگری رفت. ولی کفش دوز هرچه انتظار کشید دیگر اثری از بهلول ندید.